نخستین محموله کالاهای تجارتی راه لاجورد از ترکیه به شهر فیض آباد رسید. 14 واسطه از آقینه بار زده و اموال تجاری را به این شهر رسانیده اند. بارا از راه لاجورد میه در ترکمنستان، از ترکمنستان تر میشه، از آقینه تا میشه، تبادله میشه. ما بخیر باز از آقینه بار میکنی میره تا بدخشان. این همین باره که ما در بدخشان آوردیم، از آقینه بندر آقینه آوردیم، از ترکمنستان آمده اونجا تخلیه میشه، از اونجا بار کردیم، در دو روز بدخشان رسیدیم. 14 متر رسیم به خیر، اینجا رسیدیم از راه لاجورد. پرزه های بند برق شورابک اولین اموال وارد شده از این مسیر است که شرکت فیکای ترکی آن را وارد کرده است. مقامات افغان فعال شدن این راه را نجات از وابستگی افغانستان و رهایی از فشارهای اقتصادی می خوانند. فعال شدن راه لاجورد فرصت خوبی را برای بدخشان مهیا میکنه. از جمله میتوان بدخشان را بازارهای جهانی وصل میسازد و از طرف دیگر هم این بازار با فعال شدن این بندر قیمت در کالا هم پایین خواهد آمد و با توجه به موقعیت جغرافی بدخشان که منابع طبیعی معادن و لاجورد و سایر مسائل دیگر دارد، میتواند در فروش سنگهای قیمتی برای بدخشان مسیر واقع شود. باشنده های بدخشان باز شدن این راه را فرصت خوب برای کاریابی و فروش تولیدات محلیشان به بازارهای جهانی میخوانند. فراورده های بدخشان و بیرون از مرز میره و از قبیل سنگ های قیمتی، توت، پسته، زیره و قروت، روغن، این چیزهای بزرگ و گپ دیگه بزرگ کلان این که ما از انحصار یک کشور مثل پاکستان خلاص میشیم که این یک تاثیرات بسیار زندگی در بزرگی در زندگی وضعیت اقتصادی زندگی مردم بدخشان خواهد داشت. بدخشان ولایتی است که سالهای طویل به دلیل نداشتن راههای ترانزیتی با محدودیت‌های اقتصادی روبرو بود، اما آگاهان اقتصادی به این باورند که باز شدن این راه به این محدودیت‌ها نقطه پایان خواهد بود. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.